واشنگتن 2008. به دستور باراک اوباما میز ایران در سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا CIA مأمور می شود تا علاوه بر هزینه های گذشته و فعالیت های خرابکارانه و جاسوسی که تاکنون انجام می داده، پروژه ای سه جانبه را بسیار محرمانه و با همکاری موساد و MI6 طراحی کند. یعنی علاوه بر ترور و جنگ رسانه‌ای، CIA تمام توان خود را برای فاز سوم طرح به کار می‌گیرد، راهی برای نفوذ. ما یه برنامه داریم که دوست داریم شما با ما همکاری کنید. ما از خود باگرام پرواز کردیم، رفتیم دوره. تمام چیزهایی که نیاز داری که این ماموریت رو انجام بدی دونه دونه بهت یاد میدن. نیاز اطلاعات سازمان سیا جدی است که این پروژه با فوریت و جدیت تمام در دستور کار قرار می گیرد. یک تیم ویژه مأمور می شود تا زبده ترین فرد را برای نفوذ به سرویس اطلاعات ایران انتخاب کند. My name is Amir Mirzai Hikmati. امیر میرزای حکمتی در آریزونای امریکا متولد شده و سابقه یک دهه فعالیت و آموزش‌های فشرده اطلاعاتی را در رزومه خود دارد. نام برده در آگوست 2001 در قسمت اطلاعات ارتش آمریکا مشغول به کار می‌شود. I joined the US Marine Corps as an infantryman and سال 2001 دبیرستان را تمام کردم و تصمیم گرفتم وارد ارتش آمریکا بشم. آگوست 2001 رسما لباس ارتش آمریکا رو پوشیدم و آموزش‌های مختلف نظامی اطلاعاتی دیدم. حکمتی پس از آموزش‌های عمومی و ویژه نظامی به دانشگاهی مخصوص فرستاده می‌شود تا در کنار آموزش‌های اطلاعاتی زبان‌های خاورمیانه ای را نیز بیاموزد. و وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی بلدم، گفتن که ما دوست داریم شما رو بفرستیم به یه دانشگاهی که عربی یاد بگیری. حکمتی حالا به تحلیلگر اطلاعات تبدیل شده که با پوشش نظامی ارتش وارد خاک عراق می شود. عراق رمادی. The next angle. This is the mosque. Do not engage the mosque. مأموریت حکمتی در عراق شناسایی افرادی بین مقامات عراقی است که گرایش به آمریکا دارند. آمریکا می تواند با صرف هزینه آنها را عروسک خیمه شب‌بازی خود کند. نظر مقامات عراقی رو در مورد آمریکا و حضور نظامیان آمریکایی در عراق بررسی می کردم. هدفمون این بود که در بین سران مقابل و مقامات افرادی رو که تمایل به آمریکا دارند پیدا کنیم و با تطمیع کاری کنیم که در صورت بروز هر حادثه‌ای اینها از آمریکا و نظامیاش حمایت کنند. بعد از ارسال گزارشات ما به اطلاعات ارتش، ماموران امنیتی جلسات مخفیانه‌ای با این مقامات برگزار می‌کردند و سعی می‌کردند رابطه نزدیکتری با اونها برقرار کنند. حکمتی باید افرادی را بیابد که اهداف آمریکا را در حضور این کشور در خاک عراق تأمین کند. Break apart the OPEC cartel in the Middle East. دلیل اینه که تا جایی که میتونن امور کشورها رو کنترل کنن، خصوصا بحث نفت رو. آمریکا میخواست با تصرف چاه‌های نفت عراق سازمان اوپک رو برشکست کنه و کاری کنه که نفت فقط به دلار معامله بشه تا قدرت آمریکا مقابل چین و روسیه بیشتر باشه. یکی از دلایل حضور نظامی آمریکا در عراق اینه که در خاورمیانه حضور داشته باشه و با نفوذ در گروه‌های اسلامی در بین مردم مسلمان نفوذ کنه و انحراف ایجاد کنه. آمریکا با پوشش آوردن دموکراسی اومد
اما قصدش سکولار کردن بود. برای همین باید تو مسلمان نفوذ میکرد. یکی دیگه از اهداف آمریکا کنترل کشورهای خاورمیانه از جمله ایران، لبنان، سوریه، عراق، بحرین و حتی تونس تا ایران برای این کشورها الگو نشه. And be able to quickly respond to threats from Lebanon, Syria, Iran, other countries. حکمتی خیلی زود خود را به مقامات مافوق ثابت می کند، به طوری که بلا فاصله پس از پایان مأموریت چند ماهه در عراق به استخدام چندین شرکت اطلاعاتی در می آید. دارپا، مرکز پیشرفته تحقیقاتی و اطلاعاتی متعلق به وزارت دفاع آمریکا می باشد و حکمتی را از سال 2005 تا 2007 به خدمت می کف دارپا تحت نظر دولت آمریکاست. بوجه میگیره از پنتاگون. پس از دارپا حکمتی به پوما جیمز میرود. پوما جیمز شرکتی رایانه ایست که از سازمان سیاه پول میگیرد تا بازی ها و فیلم های خاصی را برای تغییر افکار عمومی در خاورمیانه طراحی و به طور رایگان توزیع کند. و این بازی ها هدفش این بود که هم مردم عراق و افغانستان، مردم تمام دنیا قانع بکنه که کاری که نیروهای آمریکایی داره در کشورها میکنه کار خوبیه. رئیس کوما به من زنگ زد، گفت من از طریق دارپا رزومه شما رو گرفتم و ما یه برنامه داریم که دوست داریم شما با ما همکاری کنیم. انتخاب حکمتی برای این است که CIA توانایی وی را در دقت به جزئیات محیط و تفکر برای آمریکا بسنجد. پس از پوما جینز حکمتی به کمپانی کیوبک می رود، شرکت خصوصی که پنهانی به کارهای اطلاعاتی می پردازد. شرکت کوبک به من زنگ زد، گفت که ما رزومه شما رو گرفتیم. تغییر این شرکت ها در سالهای کوتاه برای این است که حکمتی آموزش های اطلاعاتی مختلف را در پوشش کار در شرکت های مختلف بیاموزد، ضمن اینکه دوستان و اطرافیان وی از ماجرا بویی نبرند. این شرکت هم یه پوشش بوده برای سازمان سیاه. کارمند سازمان در شرکت ها کار میکنن و فقط رئیس شرکت میدونه که شما با سازمان کار میکنید. تیم ویژه‌ای که میز ایران در سیا مأمور کرده بود سرانجام حکمتی را برای عملیات پیچیده نفوذ انتخاب میکند، اما حکمتی باید بیش از پیش برای این مأموریت مهم و استراتژیک محک زده شده و آموزش ببیند. می 2009 CIA رسما وارد عمل میشود تا حکمتی را به طور ویژه بیازماید. In July of 2009 I was contacted. جولای 2009 خانم با من تماس گرفت که میگفت کارمند دولته. اسمش دولارس بود. و فهمیدم که عضو سازمان سیاست. دولتی از من میپرسید که قصدش امتحان گرفتن بود. گفت برام یه ایمیلی میفرسته که توش تست عمومی IQ و روانشناسی بود. CIA یه مرکزیه که ورود به اون خیلی سخته. این آزمون ها به همین جا ختم نمیشود. حکمتی بارها تست دروغ سنجی، هوش، روانشناسی و معاینات پزشکی را با موفقیت پشت سر می‌گذارد تا دولارس مأمور گزینش سیا با وی تماس بگیرد و اعلام کند که تحقیقات خاتمه یافته و حکمتی باید منتظر تماس آنها بماند. در این فاصله حکمتی به عنوان نیروی ویژه به BAE سیستم فرستاده می‌شود. یه تماس گرفتم از یه شرکتی به نام BAE که گفتن تو باز اونجا بری به عنوان یه تحلیلگر اطلاعات و اونجا مأموریت میگیری از مرکز اطلاعات در عراق، یه رئیس داری اونم بهت مأموریت میده. حکمتی در عراق حدود 2 سال استفاده از سیستم‌های محرمانه و جمع‌آوری اطلاعات از افراد و اماکن خاص را به طور کاربردی می‌آزماید. در این بین CIA می کوشد تا پوششی مناسب برای مأموریت بزرگ وی بیابد. واشنگتن 2011. یه زنه به من زنگ زد، گفت بیا پیش ما تو واشنگتن. ایشون گفت که این آموزش که گرفتی در BAE و در عراق می‌خواستیم ببینیم شما اگر امکانات خوبی داریم برای این پروژه، داشتیم فکر میکردیم نقش میکشیدیم که شما رو
چجوری ازت استفاده بکنیم. میز ایران در CIA که در مقابله با سرویس اطلاعاتی ایران شکست‌های پی در پی خورده است، پروژه نفوذ را حیاتی می‌بیند و با فوریت و جدیت تمام آن را دنبال می‌کند. از این رو مأموریت بزرگ حکمتی که سفر به ایران است، در هتل اسپرینگ هال ایالت واشنگتن به وی ابلاغ می‌شود. من رفتم، یه آقای اومد، یه ساعت و نیم نشستیم تو هتل، یه سوالای پرسید از من و گفت ما یه برنامه داریم برات، میتونیم شروع بکنیم تو کار، اگر تو این کار موفق بشی بیشتر آموزش بهت میدیم، بیشتر کار بهت میدیم، بیشتر سفر میدی، این کارم نیاز داره که شما برین ایران، آیا برای این کار حاضر هستی یا نه؟ من گفتم من حاضر. مأمور سیا با انجام ماکتینگ پروژه و دادن توضیحات ریز و دقیق، حکمتی را برای انجام این مأموریت بزرگ توجیه می کند و به وی اطمینان می دهد با پوششی که برای او ایجاد می کنند هیچ مشکلی پیش نمی آید. دو طرف طی 3 روز بارها مواجهه با مأموران اطلاعاتی و نوع پوشش حکمتی را تمرین می کند. بعد در مورد این داستان رو صحبت کردن و تکرار کردن و ما تمرین کردیم. ایشون مثلا کارمند وزارت بود، منم باش صحبت میکردیم، هی تکرار کردیم و تمرین کردیم که داستانمون خوب بلد باشیم، همه چی رو خوب بفهمیم. CIA تصمیم گرفته است یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعاتی آموزش دیده و حالا دیگر از سطح تحلیلگر اطلاعاتی فراتر رفته است را با پوشش یک دلال اطلاعات در مسیر دستگاه امنیتی ایران قرار دهد تا نفوذ صورت بگیرد. برای این کار باید فرد مورد نظر به هر طریق ممکن اعتماد سازی کند. اینه که شما میرین یه منبع میشین برای وزاره اطلاعات، یه 3 هفته میرین اینا رو بهشون میدی، یه پولم میگیری، برمیگردی. حکمتی اجازه دسترسی به سری ترین سیستم های اطلاعاتی از جمله جیویکس را پیدا می کند و برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز پروژه نفوذ به پادگان بگرام افغانستان فرستاده می شود. اینجاست که شبکه های مختلف و کانون های گسترش یافته اطلاعات ایران که تحرکات پادگان بگرام را به دقت زیر نظر دارند از حضور یک آمریکایی ایرانی تبار در این پادگان مطلع می شود. و اونها گفتند که از چند تا منابع در این وبسایت من سیستم سازمان سیا و NSA, DIA و NGA چیزهایی که میبینی که به درد ایران میخوره اینا رو وردار. منم از این سیست رپورت ها رو میخوندم و از حفظ میکردم و شبم مینوشتم تو لپتاپ خودم. حکمتی سپس با پروازی به دبی میرود. بگرام ایربیس. از پایگاه بگرام تا کابل 45 دقیقه فاصله است. من در یه مرکز جاسوسی کار میکردم که در بگرام مستقر بود. من از بگرام یه سری پرواز داشتم. یکی از اونها از خط بگرام به دبی بود. 2 روز در دبی توی هتل مستقر بودم. از اونجا یه بلیط یه سری گرفتم و به تهران اومدم. برای سیمنی خود لطفاً تا توقف کامل هواپیما و باز شدن درهای خروج صندلی خود را در کف بگیرید. تهران شهریور 90. حجم نوع اطلاعاتی که حکمتی آورده به گونه ای است که هر سرویس اطلاعاتی در مواجهه با آن خود را در مقابل منبعی مهم می‌بیند و سعی می‌کند تا علاوه بر صحت سنجی هر طور شده این منبع را از دست ندهد و نیاز اطلاعاتیش را به وسیله آن برآورده کند و این همان دامی است که بسیار فریبنده برای ایران پهن شده است. هر سرویس اطلاعات نیاز داره به اطلاعات دیگه، کارش اینه که اطلاعات جمع کنه. هر سرویس اطلاعات منابع داره، منابع نیاز داره به منابع اطلاعات، مخصوصا ایران که با آمریکا دشمن است. اگر بدونه که آمریکا چه اطلاعاتی داره در مورد ایران، خب به نفعشه. سازمان سیا به دنبال ایجاد اثر انگشت یا ردپای سرویس اطلاعات ایران است تا هر طور شده لاقل یکی از ماموران امنیتی ایران را به دام بیاندازد و ضمناً بعد از درخواست اطلاعات از حکمتی به توانمندی‌ها و نیازهای اطلاعاتی ایران اشراف یابد
تا بتواند آن را حربه‌ای برای اعمال فشار و چیره شدن به اوضاع داخلی و خارجی ایران قرار دهد. نقشه‌شون بود که اولش یه سری اطلاعات ارزشمند بسوزونن، بدن، مفت بدن، که بعد وزاره اطلاعات ببینه که این چیزای خوبیه و بعدن با من تماس بگیره. حکمتی و مفوق‌هایش مطمئن هستند که هیچگاه طرف مقابل از این اطلاعات چشم‌پوشی نمی‌کند و حاضر نمی‌شود به هیچ قیمتی این منبع اطلاعاتی مهم را از دست بدهد. لذا انبوهی از اطلاعات درست و غلط را برای به اشتباه انداختن سرویس اطلاعاتی ایران در اختیار حکمتی قرار می‌دهند تا تشنگی ایران را تحریک کنند. اصلا در مورد اطلاعات سوال نمیپرسه، فقط هی از من میپرسه، از داستان تکرار میکنه، داره یه بازجویی میکنه. یعنی کسی که تشنه باشه بهش آب میدی نمیپرسه ازت این آبو از کجا گرفتی، تو کی هستی، آبو میخوره میگه خیلی ممنون. اما دستگاه امنیتی ایران بر این تشنگی غلبه کرد و با ارزیابی درستی اطلاعات و تحقیقات گسترده به فریب بودن کار پی میبرد و با شناسایی مسیرهای اطلاعاتی و کریدورها و راه‌های اعزام فرستاده که حکمتی از آنها عبور کرده بود، پروژه نفوذ را کنترل و مهار می‌کنند. سربازان گمنام امام زمان، این مجاهدان خاموش جمهوری اسلامی، با ردگیری و مهار فرستاده نه تنها پروژه نفوذ را با شکست مواجه کردند، بلکه شبکه گسترده پشتیبانی کننده را با طیف وسیعی از اطلاعات ستاد شناسایی و منهدم کردند تا روش‌ها و اطلاعات واسطه‌ها و همکاران این شبکه جاسوسی در اختیار نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد و بار دیگر نقشه بدخواهان این مرز و بوم نقشه بر آب گردد. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم، وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغمه زنان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت